آموزش کتاب نظامی کمپین صفحه 21. خدمت شما شاید 24-hour clock یعنی سیستم ساعتخونی 24 ساعته. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تو طول شبانه روز 24 ساعت دارید. اگر که ساعتاتون رو بگید مثلا به جای ساعت 1 بعد از ظهر بگید ساعت 13، مثلا به جای ساعت 6 عصر بگید ساعت 18، اینا میشه 24-hour clock. یه دونه 12-hour clock هم داریم که در واقع میشه سیستم 12 ساعته ساعت خونی. مثلا به جای ساعت 13 میگیم ساعت 1 PM، AM PM میندازیم. AM یعنی 12 ساعت اول، PM یعنی 12 ساعت دوم. حالا بریم ببینیم که اینها به چه صورتی هست. تسکی یک گفته read the advertisement and complete the sentences، میگه که این تبلیغ رو بخونید و جملات رو کامل کنید. این تبلیغ، این NCO Club در واقع تبلیغ ماست. خدمت شما شما 5700 Lee Road، این کد پستی لی رود، اسم خیابونشه. بریکفاست صبحونه میده از Monday to Friday، از دوشنبه تا جمعه. 0750 یعنی ساعت 7:15 دقیقه تا 0900 تا ساعت 9. لانچ از دوشنبه یعنی Monday تا Friday تا جمعه است، از 1100 از ساعت 11 صبح تا 13:15 تا ساعت 13:15 دقیقه. این در واقع 24-hour clock است. یه ساختار نظامی داره، یعنی سیستمش به این صورت هست. شما عدد صفر رو میگید زیرو، عدد خدمت شما عرض میشه، ساعتتون رو به صورت دورقم دورقم میخونید. مثلا الان میخوام بگم ساعت 7:15 دقیقه است، میگم 0715، یعنی این سالها که دورقم دورقم میخوندیم اینا هم دورقم دورقم میخونیم. صفر اول رو میگیم زیرو. اگر که عددمون خورده نداشت مثل ساعت 11، اینجا دیگه دقیقش خورده نداره، میشه 1100، یعنی این دو صفر رو میگیم 100. بنابراین اینجا میشه مثلا میشه 0900. پس 24-hour clock که ساعت نظامی هم هست در واقع به این صورت خونده میشه. حالا ببین ادورتایزمنت رو ببینیم و جاخالی ها رو با توجه به این ساعت رو پر کنیم. In the morning، صبح ها، the NCO club serves breakfast. NCO club صبحونه سرو میکنه. On Monday through Friday، through یعنی تا، از دوشنبه تا جمعه، یعنی دقیقا این قسمت breakfast میشه از دوشنبه تا جمعه. From اینجا ساعت استارت کار رو باید بزنیم، بنابراین 7:15 دقیقه 0715 to 0900. It serves lunch from، نهار میده، اینجا میشه lunch from، ابتدای آغاز به کارش رو باید به سر بنویسیم که میشه 1100 to ساعت پایان کارش 13:15. The NCO club closes at the weekend، یعنی آخر هفته ها میبنده در واقع. پس این هم از این. خب The 24-hour clock، حالا بریم ببینیم چجوری میتونیم 24-hour clock رو بخونیم. توضیحاتشه 1 AM، یک صبح میشه 0100، اینجا واسه تون نوشته. صفر اول میگیم 0، دو صفر هم که میگیم 100، 0100، 100 یعنی 100 دیگه، ما میگیم صفر 100. 2:30 AM، 2:30 دقیقه صبح، دقیقا میشه 0230، یعنی صرف 2:30، دو رقم دو رقم در واقع جدا میکنیم میخونیم. 11 AM، ساعت 11 صبح میشه 1100، یعنی ساعت 24 ساعتش میشه 1100. 7:45 میشه 7:45 دقیقه PM، میشه 1945، 24-hour clockش میشه 1945. 8:15 این در واقع 12-hour clocke، 24-hourش میشه 2015، 2015 دقیقه. پس ساعتای 12-hour clock، 12 ساعته که AM PM بعدش میگیره، تو این ستون اول هست. ساعت 24 ساعته تو این ستون دوم هست. اینجا هم که واسه تون تو این ستون به صورت عددی واسه تون ساعت رو نوشته که بدونید چطوری میبایستی که 24-hour clock رو بخونید. پس تو حوزه نظامی ساعت ها به صورت 24 ساعته خونده میشن، به این صورتی که دارید میبینید در واقع تو این دوتا ستون آخر. AM میشه قبل از صبح، PM میشه بعد از ظهر، در واقع ساعت 12 ظهر به بعد میشه PM در واقع. پس از 12 شب تا 12 ظهر میشه AM، از 12 ظهر به بعد تا 12 شب میشه PM. پس این AM PM هم متوجه شو اینکه داستانش به چه صورتی هست. حالا یه لیسنینگ داریم، گفته listen and write the times. حالا بریم گوش بدیم که ببینیم که این به چه صورتی هست. خب Track 27. Now let me see. My English class starts at 0800. The class finishes at 0930. PT in the morning is at 0530. The PX opens at 0800.
It closes at 1800. همونطور که گوش دادین، The English class starts at 0800. ساعت 8 در واقع کلاس انگلیسی شروع میشه که خودش سمپلشه، جوابشو داده، نمونهشه. The class finishes at اینجا تو اون چیزی که شنیدید بعد بگید 0930، ساعت 9:30 دقیقه تمام میشه. PT یا در واقع فیزیکال ترینینگ، تمرین بدنی in the morning، تو صبح ها، تمرین صبحگاهان یا تمرین صبحگاهی is at اینجا میبایستی که در واقع ترمون چیزی که شنیدید بعد بگید 0530، ساعت 5:30 دقیقه در واقع پی تی شروع میشه. The peaks opens at خدمت شما عرض بشود که این پرسونال اکسچنج اون مثلا مغازهای تعاونیه که ما تو ایران داریم، مثلا اتکا رو در نظر می‌گیریم. پیکس پست اکسچنج اگه یادتون باشه مثلا اتکا فروشگاهی بود که میتونستی خرید کنی توش با قیمت خیلی ارزان‌تر. The peaks opens at 7 چیزی که شنیدید 0800، ساعت 8. It closes at 1800، از ساعت 18 هم در واقع بسته میشه. بس این هم از این. Now say the times، حالا میگه که ساعت رو بگید که حالا ساعت رو گفتیم دقیقا همون چیزی که من تلفظ کردم 0930 0530 0800 1800. اگر که بخوام 12 hour clock بخونمش، 12 ساعت بخونمش، میشه 930 مثلا AM، 5:30 AM مثلا 8 AM، نمیدونم 18 هم میشه 6 PM، به همچین صورتی در واقع میشه. حالا بریم سراغ grammarش. Present simple third person singular statements and negatives. پس میخوام جملاتی رو ببینیم که third person سوم شخصه، به صورت مفرد اومده و به صورت منفی، ببینیم که اینا به چه صورتی ساخته میشن. خب نکته اول، The Fort Jackson Museum opens on Saturdays. میگه که موزه فورت جکسون معمولا شنبه ها باز میشه. این جمله الان چون The Fort Jackson Museum سوم شخص انگار ایت گذاشتم شده opens، پس فعل بعد از کلمات مفرد در واقع یه اسم میگیره. اگر که مثلا اینجوری بود We open The Fort Jackson Museum on Saturdays، یعنی ما باز میکنیم موزه فورت جکسون رو در روزای شنبه، این همچین جمله در واقع دیگه open اس نمیگرفت چون We سوم شخص مفرد نیست. پس اگر فاعل شما، سابجکت شما در واقع سطح سوم شخص مفرد بود، میبایستی که فعلتون اس بگیره. حالا سابجکت چیه؟ معمولا همون کلمه که اول جمله در واقع دارید، مثل آی، یو، وی، دی، نمیدونم مثل همین فورت جکسون میوزیم، کل این فورت جکسون میوزیم در واقع فاعل فعل اوپن هستش در واقع. اگر که فعل فاعلتون سوم شخص بود، میبایستی که از اس استفاده کنید بعد از فعلتون، مثلا اوپنز. فاعل که سوم شخصا چی هستن؟ زمانشون میشه هی، شی و ایت. یعنی اگر که ضمیر هی، شی یا ایت داشتید، بدونید که در واقع دارید به صورت سوم شخص فاعلتون رو به کار میبرید، برای فعلتون میخواستی که اس بگیره. تو حالت منفی اس اوپن میفته ولی با doesn't منفی میشه، بنابراین it doesn't open on Sundays، یک شنبه باز نیست. ایت به جای همون فورت جکسون میوزیم، it doesn't open on Sundays، یعنی یک شنبه باز نمیکنه. doesn't گرفت، open اسش افتاد. در حالت عادی واسه منفی کردن فلو با don't منفی میکرد. مثلا فرض کن اگه این جمله اینجوری بود، مثلا we don't open the Fort Jackson Museum on Sundays، اگه اینجوری بود به جای doesn't از don't استفاده میکرد، we don't open لب 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 بقیه جمله. بنابراین اگه کسی اون شخص بود، he or she or it بود سابجکتتون، از doesn't به جای don't استفاده میکنه و کماکان اون اس سوم شخص اوپن به واسطه دازی که تو جملتون وجود داره در واقع میفته. پس خلاصش به این صورت میشه که اینجا واسطون نوشته I open، I close، I finish، من باز میکنم، من میبندم، من تموم میکنم. میبینید با I اینا میاد. You open، you close، you finish، تو باز میکنی، تو میبندی، تو تموم میکنی. We open، ما باز میکنیم. We close، ما میبندیم. We finish، ما تموم میکنیم. They اونها، they open اونها باز میکنن، they close اونها میبندن، they finish اونها تموم میکنن. اینا هیچ کدوم فعلتون اسم میگیرن چون فاعلاتون سوم شخص نیستن. I you we they، یعنی من تو ما شما آنها، اینا هیچ کدوم در واقع سوم شخص مفرد نیستن. حالا این یکی ها همیشه فعلاشون اسم میگیرن چون he or she or it سوم شخص مفرد، فعلتون برای فاعل سوم شخص مفرد همیشه میبایستی که اسم بگیره. بنابراین he opens باز میکنه، he closes، he finishes اون میبنده، اون تمام میکنه، همشون اگه دقت بکنید اس گرفتن. she opens او باز میکنه، اون خانم open اس گرفت. she closes اون خانم میبنده اس گرفت. she finishes بازم اس سوم شخص گرفت.
خدمت شما عرض بشه. It opens, it یعنی باز میشه, it closes بسته میشه, it finishes تمام میشه. بنابراین واسه سوم شخص مفرد he, she, it میبایستی که بلا استثنا وقتی که فعل بعدش میارید فعلتون اس سوم شخص بگیره, بهش میگن third person s, یعنی اس سوم شخص که به واسطه سوم شخص بودن فاعل در واقع به فعلتون اضافه میشه. واسه سوالی کردن داز رو میاد اول, همون دازنتی که در واسه منفی کردن استفاده میشد همون ناتش میفته, داز میمونه میاد اول جمله. مثلا داز the museum open on Saturday morning, آیا میوزیم شنبه صبح باز میشه؟ بعد شورت انسرش دقیقا از دو داز استفاده میکنیم, نو ایت دازنت. داز گذاشتیم بخاطر اینکه the museum مثل ایت میمونه, هی شو ایت اگه فاعلتون بود میبایستی از داز استفاده کنید و غیره. Does the NCU club open for lunch? آیا NCU club واسه نهار بازه؟ NCU club دوباره مثل it میمونه, واسه همین از does استفاده کنیم. Short answerش میشه yes it does, اگه منفی بود میشه no it doesn't. پس این هم از این. تو حالت عادی هم سوالی از do استفاده میکنیم. فرض کن همین سوال من بخوام با we بخوام بگم میشه do we open the museum on Saturday morning? آیا ما موزه رو شنبه صبح باز میکنیم؟ مثلا همچین جمله. مثلا do we open the NCO club for lunch? آیا NCO club رو واسه نهار باز میکنیم؟ مثلا do they open, آیا NCO club رو واسه نهار باز میکنن؟ اینم از این. این قسمت اسپیکینگ رو نمیتونیم با هم انجام بدیم بخاطر اینکه یه فایل فور وجود داره در انتهای کتاب و به دو نفر نیاز داریم که خب من یه نفر بیشتر نیستم و اینکه یکیمون بعد ته کتابو بخونه و یکی بعد همین صفحه کتابو بخونه بعد با هم سوال بکنن در مورد در واقع این دو تا جدولی که میبینید. فقط یک کلمه داره اینجا the retail zone. ریتیل یعنی خورده فروشی, این جایی که در واقع میتونید به سطح خورده فروشی اجناس مورد نیازتون تهیه کنید. متضادش میشه هولسیل. فقط خواستم یه دایره لغاتی بهتون داده باشم. اینم از این هم